سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مذهب و در هر کجای این کره زیبا که زندگی می کنید. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو می خوام یک شاه کلید و یک شاه دارو بهتون بگم که سبک خودم بوده در درمان بیماری ها و این رو می خوام هدیه بدم امروز خدمت تمام عزیزانی که در سر تا سر این کره خاکی زندگی می کنن. عزیزان، برای درمان هر دردی که در بدنتون وجود داره اولین قدمی که میخواین بردارید و اولین اقدام این کاری که میگم انجام بدید. فرق نداره چه مشکلی دارید، مشکل ریزش مو دارید، مشکل اعصاب دارید، مشکل درد مفاصل دارید، مشکلات پوستی دارید، مشکل سردرد و میگرن دارید، بیماری فشار خون دارید، هر دردی که شما نام ببرید اولین گام و مهمترین اقدام پاکسازی بدن از سموم هست. پاکسازی رو عزیزان خیلی باید جدی بگیریم و اول سمزدایی بدن و پاکسازی لوله گوارش و بعد اقدام برای هر درمانی. و اون اقدام مهم چیزی نیست جز رفع یبوست و اینکه چرا بهش میگن مادر همه بیماری ها یبوسته، ام الامراض بهش نسبت دادن، هم در طب کهن ایرانی سنتی و هم طب نوین این رو بهش قائلن که اولین گام بایستی سمزدایی بدن باشه و ام الامراض رو بایستی از بدنتون خارج بکنید تا بتونید شما به بدن سالمی برسید. عزیزان، تمام مواد غذایی که ما مصرف میکنیم دو بخش دارن، یک بخش مفید و خالص که وارد تن میشن، وارد کبد میشن، وارد عروق ما میشن، به ما انرژی میدن و باعث بازسازی و ترمیم بدن ما میشن، و یک بخش زائد و توفاله دارن که بایستی این بخش زائد دفع بشن. به سه طریق بدن ما سمزدایی میکنه. اولین و مهمترینش از طریق روده ها و از طریق مدفوع هست. دومین روش دفع مواد سمی ادرار هست و سومین راه دفع مواد سمی از طریق پوست هست. در این ویدیو مهمترین مجرای سمزدایی بدن ما که لوله گوارش و روده هست رو میخوایم بهش بپردازیم و بگیم اگر مواد غذایی خوب دفع نشه چه اتفاقاتی در بدن ما خواهد افتاد و چه بیماری هایی رو به همراه خواهد داشت. روده مهمترین نقش رو داره در جذب مواد غذایی، تولید برخی از ویتامین های بسیار بسیار مهم و ضروری بدن ما که در روده بزرگ ایجاد میشه، مثل ویتامین های K, D و برخی از گروه های ویتامین های B که این در روده تولید میشه که بسیار ضروری و حیاتی هست برای بدن. عزیزان، تعریف یبوست رو خدمت شما عرض میکنم. از دیدگاه حکما و اطباء بزرگ ما یبوست زمانی هست که دفع مواد غذایی به کندی انجام بشه و به تعداد وعده های غذایی نباشه. یعنی اگر ما روزی سه بار غذا میخوریم بایستی روز سه بار دفع داشته باشیم و اگر ما کمتر از این دفع داشته باشیم سمومی که در روده تولید میشه دوباره بازجذب میشه. و با توجه به شرایط امروزی و نوع سبک زندگی های ما روزی حداقل یک بار دفع راحت و بدون معطلی زیاد در توالت بایستی انجام بشه. من با تجربه ویزیت بیش از 50,000 بیمار به این رسیدم که برای تمام بیماری ها اول باید پاکسازی روده انجام بشه. چرا؟ به خاطری که باکتری های روده ما زمانی که مواد غذایی داخلش بیش از اندازه میمونه تخمیر میشه و تولید سموم و گازهای سمی میکنه. سمومی مثل پتوماین که سم بسیار خطرناکی است، گازهای سمی مثل فنول، مثل سولفور، مثل اندول، مثل اسکاتول، اینها همه سمومی هستن که در روده تولید میشن و اگر دفع نشن دوباره از جداره روده وارد سیستم گردش خون میشن و خون ما آلوده میشه و این خون آلوده دور میزنه به تمام اندامهای بدن ما که میرسه، اثر میذاره رو اونها و اختلال ایجاد میکنه به مرور زمان روی عملکرد اندامها، حتی مغز. حالا میخوام نمونه هایی رو از بیماری های مختلف برای شما مثال بزنم و حتما به درد شما خواهد خورد، چرا که یا خودتون یا یکی از عزیزانتون به این بیماری ها و این مشکلات حتما مبتلا هستید. قبل از اینکه به مثال ها بپردازیم با لایک و کامنت های خودتون به ما انرژی بدید. متشکرم. مثال اول، برای داشتن یک پوست خوب و شفاف بدون لک شما اولین قدم رو باید در رفع یبوست بدونید. شاید با خودتون بگین چه ارتباطی داره
پوست با گوارش. ببینید عزیزان، گفتیم سه راه برای سمزدایی بدن ما هست. اگر سموم داخل روده دفع نشه، اینها جذب خون میشه و مسیر دوم یا سوم رو انتخاب میکنه برای دفع، یا از طریق ادرار یا از طریق پوست، و میان از طریق پوست دفع بشن و زیر پوست تجمع پیدا میکنن و پوست دچار لکه میشه، دچار جوش میشه و عدم تراوت و شادابی. عزیزانی که عصبی میشن، عزیزانی که در سنین بالای 50 سال هستن و بی خود و بی جهت خیلی وقتا عصبی میشن، استرس دارن، عزیزان به خاطر اینه که این سم پتوماین در روده ها خوب دفع نشده، وارد خون میشه، به مغز میرسه و عملکرد مغز رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین برای اینکه آرامش اعصاب داشته باشن بزرگترها، اول باید روده خوبی داشته باشن، اول باید یبوست نداشته باشن. و عزیزانی که دچار سردرد میشن، دچار آلزایمر میشن، دچار میگرن میشن، حافظه خوبی ندارن، به خاطر اینکه سموم داخل خون اینها به مغز میرسه و مغز تغذیه نامناسبی داره. عزیزان من اینو به تجربه خدمت شما بگم، کسانی که بیش از 10 سال سردردهای میگرنی داشتن که بعد از اورها اینها سرشون رو بالش میذاشتن، مریضی داشتم که میگفتم اعضای خانواده پاشونو بذارن روی سر من فشار بدن روی بالش، از درد با مسکن ساکت نمیشد و سردردهای وحشتناکی که به صورت یومیه سراغش میومد، ما این مریض رو کمتر از 1 ماه طول کشید درمانش با پاکسازی گوارش. این کسی بود که در روده هاش الکل زیادی ساخته میشد به دلیل یبوستی که داشت و این وارد سیستم خون میشد، اثر میذاشت روی مغز و گفته بودم بهش میگرن. تمام کسانی که میگرن دارن، اولین گام برای درمانشون رفع یبوسته. رفع یبوست به طریقی که در انتهای ویدیو خواهم گفت. کسانی که میخوان فشار خونشون رو درمان بکنن، یکی از علتهای اصلی برای ایجاد فشار خون یبوسته. یبوست باعث میشه که روده ها پر میشه، سفت میشه روده بزرگ و عروقی که اطرافش هستن رو تحت تأثیر قرار میده و تحت یک فشاری، خونی که میخواد از اونجا عبور بکنه تحت یک فشاری در واقع قرار میگیره و به نوعی ایجاد یک فشار خون دائمی میکنه. به خاطر همین افراد اکثرا سالهای سال درمان نمیشن و همش قرص میخورن، در صورتی که علت رو شناسایی نکردن و تا زمانی که علت برطرف نشه درمانی اتفاق نمیفته. عزیزانی که دچار بدخوابی هستن، اولین کار پاکسازی گوارشه. بایستی روده اینها خوب کار کنه و اهتمام داشته باشن هر شب قبل از خواب تخلیه روده داشته باشن و اجابت مزاج انجام بدن، اینها خواب بسیار آرام و خوبی خواهند داشت. بیماری بعدی که ارتباط بسیار مستقیمی داره با یبوست، دیسک کمره و سیاتیک. کسانی که مشکلات دیسک دارن به ما مراجعه میکنن، ما اولین کاری که میکنیم مسهل به اینها میدیم و روده هاشون رو روزی 2 بار 3 بار در واقع تخلیه میکنیم با این مسهل و خودشون اعتراف میکنن که بلافاصله درد ما کاهش پیدا کرد. خیلی ها که حتما بایستی جراحی میکردن، جراحی دیسک کمر انجام میدادن، اینها با همین روش های ساده از عمل جراحی نجات پیدا کردن. بیماری بعدی که اصلا گمان نمیکنید ارتباطی داشته باشه با یبوست، بیماری های چشمه، مثل آب مروارید، مثل ضعف بینایی. عزیزان در چشم مویرک های بسیار نازکی داره، نازکترین مویرک های بدن در ناحیه چشم هست. زمانی که خون دچار غلظت بشه و دچار آلودگی سموم بشه به خاطر یبوست، خون آلوده وقتی به چشم میرسه آرام آرام چشم رو هم درگیر میکنه و این موضوع رو حتما تحقیق بکنید. تمام افرادی که عینکی هستن مثل بنده در دوران کودکی اینها یبوست داشتن و اگر میخواین بچه هاتون مشکلات چشمی پیدا نکنن در بزرگسالی، اینها بایستی یبوست نداشته باشن و رودهشون روزی حداقل 1 تا 2 بار کار بکنه. بیماری بعدی که اکثر افراد دچارش هستن، بیماری کبد چرب و چربی خون و غلظت خون هست. عزیزان کبد ما که مرکز سمزدایی بدن ما هست، تمام سمومی رو که از طریق مواد غذایی گرفته و چربی های زائد و اضافی که باعثی دفع بشه از طریق مجرایی وارد روده میکنه برای دفع. و اگر روده
خوب عمل نکنه و این مواد داخل روده بیش از اندازه مکس بکنه و متوقف بشه، دوباره بازجذب میشه به خون و برمیگرده تو سیستم گردش خون و چربی خون افراد میره بالا. افراد دچار کبد چرب میشن، افراد دچار غلظت خون میشن و این خون غلیظ به هر عضوی که برسه باعث بیماری میشه. بنابراین بهترین کمک به کبد رفع یبوسته. عزیزان، اینها فقط مثالهای کمی بود که شما آشنا بشید به اینکه چرا یبوست رو ام الامراض مینامند و بدونید برای همه بیماری ها شما تردید نکنید. این تجربه 15 ساله منه. هر دردی که دچار شدید، حتی مشکلات جنسی، حتی مشکلات هورمونی، مشکلات غدد، اول کاری که میکنید بایستی سمزدایی رو در بدنتون درست کنید و رفع یبوست بکنید. حالا بریم سراغ درمان و روش‌های ساده درمان یبوست. علت اصلی یبوست رژیم غذایی نامناسب افراد هست و سبک غلطی که امروزه داریم زندگی می‌کنیم. سبک غلط زندگی مثل تایم خواب که خیلی مهمه. کسانی که صبح می‌خوابن، صبح تایمی هست که روده‌ها بایستی تخلیه بشه و حدود ساعت 5 صبح الی 7 صبح که از خواب بایستی بیدار باشیم و اون تایم بیدار بمونیم، این تایم رو خیلی ها خواب هستن و این خواب باعث یبوست میشه. و عدم تحرک، کسانی که تنبلن، کسانی که اکثرا پای گوشی و پای سیستم و اینها هستن، اینها بدونن که یکی از عوارضش ایجاد یبوست هست. برای درمان یبوست عزیزان رژیم غذایی بسیار مهمه. رژیم غذایی مناسب، به عنوان مثال کسانی که مصرف بی‌رویه لبنیات دارن یا گوشت بسیار مصرف میکنن، اینها دچار یبوست میشن. یا اینکه چای و قهوه زیاد مینوشن، دچار خشکی و یبوست میشن. و یا اینکه نان سبوسدار استفاده نمیکنن و غذاهای خمیری مثل ماکارونی و اینها زیاد استفاده میکنن، اینها هم دچار یبوست میشن. و خصوصا برای بچه‌هایی که قند و شکر سفید و شیرنجات زیاد استفاده میکنن، اینها هم به مرور دچار یبوست میشن. بنابراین این رو بایستی تغییر بدیم و این موادی که من میگم خدمت شما، به این تیکه از ویدیو خیلی توجه بفرمایید و این درمان های ساده رو انجام بدید که به لطف خدا بتونید مشکلاتتون برطرف بشه و زندگی شاد و پر انرژی رو داشته باشید. ما در مورد ممنوعات غذایی ویدیوی تهیه کردیم، میتونید مراجعه بفرمایید، کامل اونجا توضیح دادیم. یک ماه رعایت بکنید این مشکلات رفع خواهد شد. برای درمان یبوست ما عزیزان از روش‌های ساده استفاده می‌کنیم و اول سراغ داروهای با دوز بالا نمی‌ریم، چه شیمیایی چه گیاهی. بهترین توصیه و بهترین روش اول غذا هست. غذا درمانی اولویت داره بر دارو درمانی. عزیزان رژیم غذایی گیاهی با بدن انسان سازگارتره. البته ما غذاهای حیوانی رو هم منع نمی کنیم و میتونن عزیزان به اندازه استفاده بکنن، ولی در جریان باشید ساختار سیستم گوارش ما، فرم دندونهای ما و لوله گوارش ما به حیوانات گیاهخوار شبیه تره تا به حیوانات گوشتخوار. بنابراین در رژیم غذایی هفتگی خودتون مواد غذایی گیاهی رو مثل سوپها، آشها، سبزیجاتی که داخل سوپها بریزید اینو بیشتر قرار بدید. یه مقداری هم روغن زیتون داخلش بریزید و خیلی از موارد با همین موضوع مسئله حل خواهد شد. عزیزان مواد غذایی نارنجی رنگ، اینها کمک میکنن به گوارش و فوق العاده اثر خوبی دارن برای رفع یبوست. مثل هویج، مثل کدو حلوایی، مثل انبه، مثل زردالو، مثل کدو حلوایی و مثل خرمالو. ساده ترینش هویج هست. شما صبح ها میتونید دو عدد هویج رو آب پز یا بخار پز کنید، بدید به فردی که یبوست داره استفاده بکنه، کامل مشکلش رفع میشه. خصوصا افرادی که بالای 50 سال هستن یا مشکل دارن در جویدن، دندان هاشون مشکل داره، هویج آب پز رو میتونید بهشون بدید، به راحتی اینها مشکل یبوستشون برطرف خواهد شد. عزیزانی که خیلی فرآورده های حیوانی علاقه دارن بخورن، برای اینها هم توصیه داریم که از سیراب شیردون گوسفند استفاده بکنن، یبوستشون برطرف میشه. یا اگر مشکل چربی خون ندارن، آبگوشت درست بکنن با نان سبوسدار، مشکلشون برطرف میشه. عزیزان سبوس در رژیم غذایی بسیار مهمه. سبوسی که پخته بشه با نان،
یا سبوسی که همراه برنج باشه. کسانی که برنج قهوه‌ای استفاده می‌کنن، اینها هم قند خونشون میاد پایین و هم یبوستشون برطرف میشه. اکثر میوه‌جات بجز موز و انار رفع یبوست می‌کنن. خصوصاً انجیر، خصوصاً آلو، خصوصاً سیب، گلابی، اینها در زمان‌های مناسبی اگه خورده بشه و همراه غذا استفاده نشه رفع یبوست خواهد کرد. و به طور متوسط یک انسان بالغ روزانه 300 تا 400 گرم اگر میوه مصرف بکنه بسیار ایده‌آل هست برای یک لوله گوارش سالم. خب عزیزانی که مشکل یبوستشون حاد هست و نیاز به دارو دارن، چند تا دارو هم خدمت شما در پایان عرض میکنم. اول اینکه مقداری روغن بادام شیرین و عسل رو با هم ترکیب کنن به نسبت 3:1، 3 روغن 1 عسل مخلوط بفرمایند و صبح ناشتا استفاده بکنن و صبح ناشتا و عصر دم غروب استفاده بکنن. مورد دوم، چند تا دونه انجیر رو در گلاب و یه مقدار روغن زیتون بریزن بخیسونن و شبنگام استفاده بکنن. مورد بعد از ترنجبین هست که یک گیاهیه میتونید استفاده بکنید. و مورد بعد گیاهی هست به نام فلوس که گیاه لوله‌ای شکلی هست، اینو نیمکوب کنید، بجوشونید، دو قاشق نیمکوب شدهش رو بجوشونید 20 دقیقه و اون جوشونده رو استفاده بکنید. شیرین کنندش هم اگر ترنجبین باشه یا عسل بسیار عالی خواهد بود برای رفع یبوست های حاد. و داروی گیاهی بعدی که برای رفع یبوست های حاد خوب هست، برگ سنا و گل سرخ هست. یه قاشق چایخوری برگ سنا و یک قاشق غذاخوری هم گل سرخ، اینا رو با هم ترکیب کنید، بذارید 20 دقیقه نیم ساعت بجوشه و این رو به همراه عسل شیرین کنندش باشه بهتره بدید استفاده بفرمان و یبوست افراد برطرف خواهد شد. بذرهای گیاهان که آب رو به خودشون میگیرن، مثل اسفرزه، مثل بارهنگ، مثل تخم شربتی، مثل خاکشیر، اینها رو میتونید با هم مخلوط بکنید و یک جوشانده ای درست بکنید، صبح ناشتا مصرف بکنید، بسیار عالی خواهد بود. اگر در دسترس نداشتید این مواد رو، صبح ناشتا 2 تا 3 لیوان آب جوش نیم گرم استفاده بکنید و در طی روز هم سعی کنید که 6 لیوان آب نیم گرم رو استفاده بکنید در طی شبانه روز. این باعث میشه که روده ها پاکسازی بشه و مشکل شما رفع بشه. دقت بکنید اگر آب سرد باشه و یخ باشه، این خودش یبوست ایجاد میکنه و جواب نخواهد داد. برای کودکانی که دارو نمیخورن یا میخوان به راحتی، بچه های شیرخواری هستند یا 2 ساله هستند، 3 ساله هستند، میخوان رفع یبوست بکنید، کافیه مقدار روغن بادام روی نافشون بریزید داخل ناف و در جهت عقربه های ساعت این رو ماساژ بدید، اطراف نافشون رو ماساژ بدید. به امید داشتن یک جامعه سالم، شاد و پر انرژی. خدا یار و نگهدارتون.